أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته پروردگارا همه ما را برای راست هدایت کن خداوند ما را از آفت و بلا و کلفت نگهبان باش فرزندامون را برای راست هدایت کن بیمارای ما را شفای کامل و عاجل عطا فرما هر کسی را مراد است، مقصود است، طلب است، حاجت است، خدایو از خزانه غیبت برآورده گردان. به فرزندامون فرزند سالم و صالح عطا فرما. عاقبت کار ما را به خیر و ایمان ما را به سلامت گردان. این شب شب جمعه است. دعا میکنیم که به حق نام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم که محبوب قلب ها و رحمت للعالمین بهترین فرزند آدم دعا میکنیم خدایو ما را از شفاعتش به نصیب گردان دنیا و آخرت ما را آباد گردان پروردگارا کشورهای مسلمان نشین اولا با تنجی و آرامی و صلح و ثبات خداوندا ارزانی گردان و دزو با فیض و برکت و رزق و روزی در خانواده‌هاشان فیض و برکت را عطا فرما فرزندای فرمانبردار و زنای فرمانبردار برای مردای مسلمان ما عطا فرما عاقبت کار ما را به خیر و ایمان ما را به سلامت گردان ربنا آتینا فی دنیا حسنتان و فی الاخرت حسنتان و قین عذاب النار آمین آمین یا رب العالمین سوره آل عمران پاره سهیم قرآن درباره زوریه و نسل پاک آیه رقم 74 شروع میکنیم یختص به رحمته میشا پروردگار رحمت شد بر کسی که بخواهد خاص عطا میکنه و میتیه حضرت سفیان ثوری را پرسیدن که در راه بندگی خدا و در راه عاشق شدن به خدا چی خوبه سفیان گفت مادرزاد باشی بسیار خوبه بعضی آدم ها مادرزاد هم که من چلاخای مادرزاد نزد نمیشم کورای مادرزاد نزد نمیشم پهلوانای مادرزاد زدن قینده حضرت پرسیدن که عاشق خدا بودن و در رای خدا بنده شدن کدامش خود به صوفیان گفته اگر مادرزاد باشی نغزه خوشا به حال آدمه که ای آچش به دنیا باشه بیای عاشق خدا شود بعدی گناه آمدن و بعدی رفیقی بعد آمدن و بعدی در کوچه افلاسی آمدن آدم خانه خجالت زده می شود جناب پیغمبر بینین که تا حاضر در تاریخش گناه نمی آوند یا حضرت عیسی مسیح مادرزاد پیغمبره برای که چقلوخه گپ میزنه مردم و نصیحت میکنه یوسف علیه السلام فیلم شمتون دیدگی از مادر به دنیا میبیا پیغمبری خدا های خوشا به حال انسانی که مادرزاد بیای خدا دا عاشق باشد این ای مادر خوب و بسته داره برادرو برای آنکه او شیر در حلق فرزند ما که میچکانه او خدا را که نشان میتیه او رسول را که نشان میتیه و این مادرهای خدا ترس نشان میتیم برای نمین این را نغز دانین هر کسی بزرگه دانی وی اوچش بزرگه هر کسی زوره وی اوچش زوره هر کسی که آدمی جسور و توانا و شجاع و دلیر و مسلمان های وی مادری بزرگ داره برای که وی مادر او را به دنیا آمده گه کسی چند قهاز دانی که ای بی اوچش های انم مادر او را شیر داده گه انم مادر در او سهم مونده گه علامت انمینه برای انای همین جهاد مادرها را جدا کنه که چقدر مادرها فضیلت دارن یختص به رحمته من یشاء این مطلق است من میگه بر هر کسی خواهم اگر رحمت معرضانی میکنم صوفیان برای ما گو عاشق خدا شدن بنده خدا شدن فضیلت الله در بالای سر و درختن برای ما گوزن کدامش نغزه گوته هر کسی مادرزاد باشه شکر کنه که ای مادرهای مسلمان با دنیا اومدگی شکر کنه که از پدرای مسلمان به دنیا آمده این بسیار دولت بزرگه هر کسی که به خدا عاشقه همین قدر نزدیکه این عیب پدر و مادر شه یا پدر و مادر او را به خدا نزدیک کرد یا خدا دور کرد جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که کل مولودین یولدو علی الفطرتی هر یک تولد شده از مادرش او ایمانی به خدا داره در خونش ایمانی فطری داره مگر اینکه پدر و مادرش با او را حیف میکنن همین هر کس ای اوچش به دنیا میامده است که او در بدنش میکراسخیمه خداشناسی داشته انمو را پدر و مادر را چه خیلی بخوان با تاوش میتین یا یهودیش میکنن
یا مسیحیش میکنن، یا بود پرستش میکنن، یا مسلمانش میکنن، یا فاسقش میکنن، یا منافقش میکنن، یا مسلمانش میکنن. نقش پدر و مادر در زندگی رولی کلان بازی میکنن، این رولی مهم بازی میکنن. برای نمین یختص به رحمتی میشا، من رحمت ما بر کسی که بخواهم خاص میکنم. امروز رحمت ما به حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خدا میگه خاص کردم و در بالای سرش رحمت ما ریزوندم. این محمد پیغمبری من صلی الله علیه وسلم، این حبیبی من ای، مگه من او را دوست میدارم، من ای توفیلی او همه را خلق کردم. و چی یهودی ها اینقدر شما بخیلی میکنید؟ چی مسیحی ها شما اینقدر بخیلی میکنید؟ قرآن صراحتا بیان میکنه که و موتو بغیظکم، این مره میگه به این فعلی بدتونه. خدا میگه خدا یهودی ها و مسیحی ها و مشرک ها دشمنای حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ها. میگه موتو بغیظکم، این مره به این فعلی بدتونه، مره نه. خدا میگه خدا بکشه میگه شما را، شما میگه این پیامبری من دیگه شما زید نبروی. و موتو بغیظکم، هلاک شوه اینا اینا، نابود شوه اینا اینا. میگه چی اینقدر شما بدی میکن در حق پیامبری ما، اینقدر بدش میبین، چی با میگه، چی کارتون کرده؟ یک رحمت در این زمین آمده، یختص به رحمته من یشاء، پروردگار به رحمتش هر کسی را بخواه نزدیک میکنه. سفیان ثوری را پرسیدن، گفت اگر در این راه مادرزاد باشی خوبه. مادرزاد چیزی بزرگه برادران، منم این مادرزاد باشه آدم عاشق خدا، مادرزاد باشه. روایت میکنن که مادر شاه مشرب بازاری نمنگان میدرا، زنی حامله بود، از زنای حامله عادتا هرچه دوست داشتن میگیرن، عادتا هرچه نغزیدن میگیرن، در یک دخی وز میشه با او، بوی هرچی را نغز میبینن، بوی هرچی را بد میبینن، این عادتی طبیعتی زنی حامله هست. مادر شما وقتی داخل بازار میدراید، چه زنی با تقوا بوده، کمتر قدم میزنه، کمتر قدم میزنه، میره که در همونجا چند دونه ان چند نمودی انگور موندگی، با انگورا را تماشا کرده، تماشا کرده، میره که یک انگورش تیلا رنگ و میگه چند پولای چند پولای. همین حالت دو دونه یمو را میکنه زنه که حامله دار، در دهنش میکنه وقتی سودا ده، همه پولا را میتیه و دو دونه همور انگور پولش نمیتیه، همور خوردن برابر. میگه که همون بد نشته بوده که فرزند در بازی میدرویه، دست و پا زدن میگیره، میگه دست و پا زدن میگیره، دست و پا زدن میگیره، دست و پا زدن میگیره، دیگر حیران میشه. میبیای شب خواب میبینه که در خوابش بطنش گپ میزنه قتیش، میگه اگر پولم دو دانه انگور نته اوچه من ایشکم خمه میغلطونم، من میگه طاقت ندارم. میگه نه پگاد برده ده همو انگور فروشه برده یافته دو دانه انگورش میتیه. انسان های هستن که ای بطن مادر پروردگار اونور تربیت میکنه. برای نمی سفیان گفت خدا کس رته گو نمی خوشه، گو بعد از او گو هر کس سامعین باشه. سامعین کی میگه؟ من مردمه گوش میکنم، من مردمه که میبیا گوش میکنه خش اصلاح میکنه. گو دویم انا مینا عاشقای خدا هم بندهای خدا هم، کسایی که گوش میکنن میبیاین میشنون گوش میکنن عبرت میگیرن. ده بعد این ده بعد این گفتن مزه نمیکن در راه خدا و بندگی، همین دو چی که نباشه که مزه نمیکنه، یا مادرزا یا گوش کننده. من همینجا دیگه پای خوب بسیار میشوه، بسیارش همی در میبرم عیاد ما میبرم میره بابا. خوشم به حال انسانی که گوش کنن عمل کنن. برای آدمی دانا یا اشاره بسای، برای آدمی نادان کلی قرآن تفسیر کنی که پرواش نداره. برای انا همین یختص به رحمته میشا، پروردگار به رحمتش بنده های را خاص میکرده. او را نگاه نمیکن دیگر او کیه، از خاندان آزاری بتراش ابراهیم خدا خلق میکنه میبراره، از داخل خاندان آزاری که خدا میتراشه برای مردمی نمرود ابراهیم قیام میتیه، او خدا های او خیلی. ولی ما نمیدونیم که از بین ما چی نفر انسان های هستن که فردا میخزن در خدا چه خدمت میکنن. برای نمین هر یکی ما باید سیر الهی را هیچ کس داده گفته، هیچ کس فهمیده نمیتونه. گفتی همون حضرت مولوی هم در کتابش میبیارد که جهان از دوستانش تا ابد خالی نمیموند. این رحمت خدا هم خیلی وسیع هست که شما نگوی که این خدا عاجز ای آفریدن آدم های خوب. این خیلی گمان نکنیم که خدا عاجز ای آدم های خوب، نه. پروردگار هیچ محل جمعیت به صاحب نمیموند. من نباشم باید کسی که جمع بیام. پیامبر اکرم از دنیا گذشتن کارشان صدیق اکبر کردن، صدیق اکبر از دنیا گذشتن عمر فاروق کردن، لیکن ایران نغز دونیم که هیچ کس جای هیچ کس گرفتن نمیتونه.
لیکن کار اخیف نمیمونه، کارخانه خدا خفا نمیزنه، جهان از دوستانش تا ابد خالی نمیماند. یختص به رحمتی میشا، رحمتی من میگه خاصی هر کسی که من بخواهم میتیم. جهان از دوستانش تا ابد خالی نمیماند، که مستور است چندین لک، ظاهیر است چندین لک. حالی شما میگه ظاهیروش دیده است لک لک میگه، حالی با بجاهاش و پنهاناش و حالی با ای پشت اتهاشان در بودگیش میگه با لک لک دیگه. جهان از دوستانش تا ابد خالی نمیماند. خالی نیست میگه دوستو، این دنیا ای دوست خدا که خالی شما قیامت میشود، دنیا تمام میشود. ولی این خیلی گمان نکنیم که این آمد و وی رفت، نه، تا روزی که حالی در این بدن جان حی و در این زمین حیات های، انشاءالله دوستای خودم آمدن میگیرن، آمده رفتن میگن این سرایی در مردم ها را چکار میکنن، دعوت میکنن، صحبت میکنن، تا از اون شراب ایمان در حلقاشن چکنن. یختص به رحمتهی میشا، رحمتی من به نهایت کلان های بر کسی که بخواهم میتیم. ای یهودیت شما بخیلی نکنه به حضرت محمد، ای مسیحیت شما بخیلی نکنین، شما نخود دین دکان سازه، نخود دین همیقه تجارت سازه، تجارت و دکان من از دست میره، گفته شما نکنه بخیلی. بعد از او جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمد، اینقدر آر و ناموس و رشک بخیلی کردن، بنابراین همین سبب جهنمی شدن. برای همین هر کس ایره پروردگار رحمتش وسیع های در بین انسان ها میتید. اگر دنیا اینقدر قدر می داشت، خدا او را توفه کافر نمیکرد. نکه ایمان این آسان نیست، هدایت آسان نیست، خدا می دانه که او را به کی تید. اگر دنیا ایخ قدر می داشت، او را فدای کافران نمیکرد، میگو که همش خمیلش دادم شونه. اما ایمان، توفیق، هدایت برادرین به صاحب نیست. این یک فضل الله های، این یک رحمت خدا های که می بیا در قلب ما می درایه و ما می خیزم در دل شب او را دعا میکنیم، ما می خیزم در دل شب او را خواهیش میکنیم. یک نیروی هست که ما را به سوی مسجد می بیاره، یا نیروی هست که ما را به سوی جمعه می بیاره. این برادران رحمت الله های در قلب هر یک انسان. این رحمت ها را پروردگار برای ما داد، این بخشش را الله جل و علا شانه برای ما داد. برای همین هیچ محل از رحمت الله باید ما نگریزیم. رحمت های خدا به حد بسیار است، رحمت خدا خیلی زیاد است، رحمت خدا خیلی بزرگ است. و اینم عیاد نبراریم که از عقیب هر یک رحمتش اگر ناشکری کنیم با زحمت هم دارم. رحمت های خدا را شکر کردم در کار است. خیلی پروردگار برای ما و شما رحمت های کلان داده. یختص به رحمتی حمایشا، یکی از رحمتاش همینه که پیغمبری آخر زمان امت شیم. ما امت آخر زمانیم، پیغمبری ما پیغمبری آخر زمان هست. بعدی ما یگان امت نمی بیا، یگان پیغمبر نمی بیا. همیقه دنیا بلند و پیشروی می شود، دنیا پست و بلند می شود، دنیا همین قدر روز تا روز نویگریش کلان می شود. ایرم فراموش نکنیم که ما به آخر زمان نزدیک شدن می گیریم. ایرم عیاد ما نبروریم، ما به آخر زمان نزدیک می شویم. ما آخران پیغمبر امت شیم، ما آخران امتیم، ما همین قدر پیشروی هایی لکه این نقض دانیم که قیامت هم نزدیک هست. قیامت نزدیک هست برای ما، قیامت دور نیست. برای که آخران پیامبر الهی آمد، ما امت شدیم، دنیا در زمانی پیامبر خیلی پیش می روید. حدیث های صحیح های پیامبر اکرام فرمودن که چیز ای پیشروی هم هست بعد رسول الله های. پیش ای رسول الله چی نیست؟ پیش ای رسول الله خیلی نبود، پیش ای رسول الله خیلی پیشروی نبود. همه این پیشروی ها، همه این دنیا روشنی ها، این هم ای توفیل قدوم رسول اکرم های در این زمین آمد. این یختص به رحمته میشا، این رحمت خدا در زمین آمد. پیش جناب پیغمبر می آمدن می پرسن یسالونک، ای پیغمبر از تو می پرسن، یسالونک از تو می پرسن، این کنتم صادقین، اگر تو راستگو هستی، ما توعدون، همه قیامت کیمه بیا پیشش می اومدن میپرسیدن، همه قیامتی که مردم تو وعده میکنی همه کیمه بیا، کیه همه قیامت کیمه رسه، همه وعده خدا که قطع قیامت میگی. بعد از او جناب پیغمبر بلند میشیدن و میگفتن شما ای قیامت قیامت میپرسید؟ میگفتن چی گونه؟
میگم یکی از نشانه های قیامت همین است که آخران پیغمبر ظاهر شود. یکی از نشانه های بزرگ قیامت همین است که آخران پیغمبر معلوم شود بخیزه دینش قایم کنه. آخی اینا من آمدم نشانه بزرگ قیامت منم، اینا آمدم یک رحمت الله در بینتان آمدم، بیایی که قیامت نزدیک است. حتی که حدیث امام طبرانی روایت میکنه میگه جناب پیغمبر از حوالیشان از خاندانشان در مسجد نبوی بیرون برآمدن، بعد از او ما در حضورشان بده میگه حضرت ابو سعید خدری پرسیدیم یا رسول الله قیامت کی میرسه صلی الله علیه و سلام، قیامت کی میشوه؟ میگه جناب پیغمبر همین خیلی نظر کردن طرف آفتاب، آفتاب قریب ششتن در لب تپه بود، میگه بین تپه و بین آفتاب میگه هم یک انگوش میگنجید که آفتاب ششته است در همین لبی تپه. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلام فرمودند که بین من و بین قیامت اینم خرهی دیگه مونده گیا، قیامت دروز نیست دیگه، گفت قیامت نزدیک است. چندین علامت های بزرگ قیامت، چندین تا چیزی که پیامبر گفت همه شد، مگر یک دانه دو دانه یا نه دانه یا ده دانه علامت های بزرگش مانده. یک تاش آمدن حضرت مسیح های. امروز باید ما انمین قدر فخر کنیم که ما موریدی توجه رحمت الله هیم. برای چی؟ رحمت الله در خاندان رسول اکرم های صلی الله علیه وسلم، رحمت الله در زنهای پاک رسول اکرم های، رحمت الله در صحابه بزرگ های، رحمت الله در جمعیت های، رحمت الله در جماعت های، رحمت الله پیرو بودن به حضرت محمد های صلی الله علیه و سلام. برای همین شکر کنیم که پیامبر صلی الله علیه و سلام گفتگی به دستیان که من نشانه بزرگ قیامتم، شما ای قیامت قیامت میپرسید، نخو آدم ای قیامت قیامت پرسن، ای روزی که قدم شانه در این زمین موندیان با دنیا آمدیان تا به امروز این زمین قیامت های. کدام روزی ما آرامی های؟ هر روزی ما قیامت های، هر روزی ما مشتاقیت های، هر روزی ما دیداری پیامبر صلی الله علیه و سلم ده. هر یکی ما قلبمون ارزو به پیامبر مون بینیم، ارزو میکنه که شهر شا تماشا رویم، ارزو میکنه که جسد مبارک شا اقلا یک بار میدیدیم، ارزو مونه این. ای قیامت گوش ما قیامت میپرسه، قیامت ما خیلی نزدیک است. بنابر همین سبب امت آخر الزمان باید به حد هوشیار باشن، امت آخر الزمان باید به حد دانا باشن، امت آخر الزمان باید خیلی آخرت دوست دارن، زیرا اینکه ما آخر الزمانیم. یکی از رحمت هایی که الله جل و علا شأنه برای جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم داده است، پیشتر امت ها هزار ماه جهاد میکردیم، هزار ماه عبادت میکردیم، هزار ما در رای خدا بندگی میکردیم، اما فضیلت رسول الله را بینیم که همه یمین خدا جمع کرد در یک شب قدر برای امت رسول الله، لیلت القدر نمین ای شب هزار ماه عبادت خدا در یک شب برای امت رسول اکرم داد. این چخل رحمت نمیشود، این چخل رحمت نمیشود. برای همین ما همیشه در رحمت خداییم، باید کوشش کنیم که همیشه رحمت خدا در زیاد درویم، رحمت خدا در پیروی رسول اکرم است صلی الله علیه و سلام. یختص برحمته من یشاء، ای پیغمبر تو و امتی ترا من خاص رحمت خودم گردانیدم. حضرت ابراهیم در صحیفه هاش میخوانه که روزی میشود پیامبر میبیا از نسل تو، نام او احمد است، امتی او بهترین امت های من، امت چه دوست می دارم ابراهیم، امتی او را من دوست می دارم، امتی او مورید توجه من های، امتی او در این زمین برای دین من خدمت میکنه. حتی حضرت ابراهیم خواهش و آرزو کرده که بدستیان که کاش که امتی آخران پیغمبر میشیدن، در صحیفه هاشون خوانده بدستیان، حتی که نام امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قرآن ما حکایت میکنه، مثلهم فی التورات و مثلهم فی الانجیل، داستان امت محمد در تورات ای، داستان امت محمد در انجیل ای، یختص برحمته من یشاء، این رحمتی هست که الله جل و علا شأنه از امت پیغمبر در موسی و عیسی قصه میکنه، کزر این مثل زراعت هست مگه خداوند، این امت رسول الله رنگ یک زراعت های، رنگ یک زراعت هست که در بین دیگر زراعت ها کاریده شدگی هست،
5 تا 10 تا زمین باشه، اگر همه مکجیگاری کنه، یک مکجیگاری سوتاش کلان باشه، قدش بلند باشه، سبز باشه، زیبا باشه، خورم باشه، دیگر زراعتدارا میگن این چی میداده باشه، تخمش از کجا آورده اگه باشه. خداوند میگه داستان امت محمد هم خیلیه. در بین دیگر امت ها میگه رنگ اگرات بلندم، قبدماشون بلنده، چهرهاشون نورانیه، جمعیتشون بزرگه. با خدا قسم جمعه که ما میخوانیم اکثریت امت ها حیران برای جمعه ما جمع میشوند، در ایدهای ما جمع میشوند حیرانند. این خیلی جمعیت جمامت کسی نداره. هر روز اطراف خانه خدا را بینه در موسم حج، امروز در عمره ها بینه خالی نیست. کدام امت خیلیه؟ کدام امت این گناه؟ کدام امت این گونه رحمت داره؟ یختص برحمته من یشاء. پروردگار میگه امت پیغمبر من خاص رحمتم قرار دادم قتی خودش. ما شکر کنیم یا بیت المقدس در دست جانورای وحشی های هر روز هزار آدم جونش میگیرن، هر روز دیده است کودک را میکشن. این بین ای همینجا معلوم شد چه خیلی آدم ها. اما در مکه یک نوده را میشکنی با جنایت میکشن تا، پشه را میکشی با جنایت میکشن تا، شپوشک را میکشی با جنایت میکشن تا، علفاش را میجیخی با جنایت میکشن تا، تخم را میشکنی با جنایت میکشن تا. تو چلی جنایت میکنی؟ حق نداری. حتی حق نداشته که قرضدار قرضش در داخل حرم پرسه و خانه خدا بوده، حرم خدا بوده، پرسیدن را میتونیسته. میگه اینجا بیرون برویه با بود پرسی. این رحمت الله برای امت جناب پیغمبر. این زیاد دیگه فهمونده نمیشود، این زیاد دیگه ساده نمیشود. ما امت آخر زمانیم، ما امت رحمتیم، ما امت فضیلتیم، ما امت جناب پیغمبریم. این زیاد دیگه نمیشود سادگی. یختصه برحمته من یشاء. پروردگار پیغمبر خطی امتش در بین تمام مخلوقاتش خاص درگاهش کرده، جدا کرده، شکر کردن در کاره. این دولت بزرگ زیاد است بو، این رحمت زیاد است، این نعمت زیاد است. اللهم ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا و انت خیر الفاتحین. پروردگار ما را برای راه هدایت کن، از آفات و بلا و کلفت ما را نگهبان باش، عاقبت کار ما را به خیر و ایمان ما را به سلامت گردان. اکثریت برادران روزه دارن، به توفیل این روزه دارها و دهن بستگی اینها و گرفتن سنت روز پنجشنبه و آمدن جمعه مبارک، یک برادرم بیمار بوده شفا طلب دیدم، پروردگاری برادری ما را شفای کامل عاجل عطا فرما، به حق این روزگیرها پروردگار را شفاش ده و پیشگاهش کشاده گردان. یک برادر دیگرمون هم آماده بود که مقصد خانانگیش اویلشان در بیمارخانه در وزمی خانه بود، از پروردگار این برادرم اویلشان شفای کامل عاجل عطا فرما و پروردگار عمر دراز و تن صحتی بردباری و صبر جمیل عطاشان کن. آمین یا رب العالمین. صفاتون را راست گیری.